سلام، شبتون بخیر. در خدمتتون هستیم با مسائل روز ایران. سلام، به برنامه امشب ما خوش اومدید. در خدمت شما هستیم با مسائل روز ایران با آقای دکتر بیلمزیان از دانشگاه آکسفورد آلمان. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. هلو سابسیتی دیوارس سنتر پولیتیک. ببخشید آقای دکتر، ببخشید، اگه میشه فارسی صحبت کنیم. بینندگان عزیز ما فارسی زبان هستن. بله بله، عذر میخوام، چه معذرت میخوام. من نصف یه مصاحبه داشتم یک ساعت پیش، من به زبان انگلیسی اونجا چون مصاحبه میکردم اینا، عذر میخوام که من یه لحظه رفتم اون طرفی فلان. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای دکتر، در خصوص رفراندومی که قرار برگزار بشه، به نظر من چون اتفاقات اخیر که در ایران میفته، خودتون شاهدش هستین که در نماز جمعه ها، در مراسم 13 آبان، از خودشون نفراتی رو میفرستن و مانور تبلیغاتی میدن. حالا نظر من اینه که این رفراندوم در از یک کشور ثالثی اتفاق بیفته، مثل کشور آلمان، مثل ترکیه یا تایلند یا هر کشور دیگه، اگه میشه نظری دارین در این رابطه ممنون میشم، بفرمایید. اتفاقا من هم یه جورای با شما هم عقیده هستم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه الان اتفاقاتی که در برلین افتاده، این گرد همایش مردم دور هم جمع شدن و شما دیدین که چقدر مردم ما اونجا حضور پرشوری داشتن و خودشونه به جهانیان نشان دادن که اونجا چند مرد حلاج هستن. و همینطور در کشورهای مثلا میتونه تایلند این اتفاق بیفته. تایلند کم ایرانی نداره، ماشاءالله از هموطنان ما اونجا هر چقدر که شما بخوای اونجا هستن. ما میتونیم از اونجا استفاده بکنیم، در کشور برلین، در کشور تایلند، در کشورهای دیگه. حالا ما میتونیم استفاده بکنیم از اینها و این رفراندوم رو برقرار بکنیم. شما خودتون سفری به تایلند داشتین تا حالا؟ تایلند چی؟ ببینید تایلند کشور، من فکر نکنم کسی باشه حداقل از کشور ما که به تایلند نرفته باشه. تایلند خیلی کشور مستقل و خیلی خیلی کشور از نظر فرهنگی و اینا کشور خیلی خیلی خوبه هستش. من خودم بله اونجا بودم. درست. خب سوال بعدی های دکتر در البته رابطه. من خدمتتون عرض کنم، من میگم اونجا بودم، من در واقع برای سفر کارون رو تشریف داشتم. یه وقت هموطنان هیچ بد نکنن راضی ما میگم مثلا شما تایلند چی کار میکردی، هر کسی میتونه اونجا البته بره، ایرادی هم نداره، ولی مثلا من منظورم اینه که ما سفر کاری داشتم اونجا، ما رفتم اونجا در واقع کارمون انجام، ولی کشور خیلی خوب هست. درست. من پیشنهاد میکنم اجر میتونه من اونجا ممنونم. آقای دکتر، سوال بعدی در رابطه با شرکت‌های مخابراتی مثل همراه اول، ایرانسل و تالیا هستش. به نظرتون تو این مسائل چیکار کنیم که بتونیم ضربه محکمی به دولت جمهوری اسلامی بزنیم؟ نکته خوبی اشاره کردیم. ببینید ما میتونیم با تحریم ایرانسل، با تحریم اینترنت و اینا، همین شبکه هایی که الان شما همراه اول و تالیا، همراه اول و اینا بشنه، فرق نمی کنه که ایران درش دست داره، ما میتونیم یه جرای تحریم کنیم این قضیه رو و استفاده نکنیم از اینها. بله. ببینید چند سال پیش ما اصلا یه همچین چیزایی نداشتیم. چی؟ یه دونه رادیو بود یا مثلا یه دونه تلویزیون بود، حالا تق 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 بزنه شبکه، تق 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 بزنه. من اصلا من قشنگ یادم میشه، من یه زبان، من کارم همین بود، منو میذاشتن بشینم، پدرم من میگفت بشین بغل تلویزیون بزن دو تق 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 تق، میزدم دو، اونجا نگاه میشه اوشم میده، مثلا داره تمام میشه، تق 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 بزن یک. بعد ها شبکه سه اومد و اینا، مثلا مردم حالا فیش میکردن دیگه، خیلی مثلا دیگه فیش رفته بوده، مثلا شبکه سه اینا اومده بود ما استفاده میکردیم. حالا من فیش میکنم اگر اینها رو بتونیم، اینترنت همراه اول، ایرانسل، اینا رو ما در کشورمون اگر ازش استفاده نکنیم، من فیش میکنم یه ضربه مهلکی به این رژیم. درست. آی دکتر، چند روز پیش توی خبرها دیدیم که جوونی گرفته بودن با عنوان اغتشاشگر و یه سری وسایلی مثل قمه و چاقو اینا تو خونه ازش گرفته بودن که میگفت که ابزار ورزشیه. نظرتون در این رابطه چیه؟ ببینید میتونه باشه، میتونه این ابزار ورزشی باشه، چه هست ما اینا چه هست.
الان ما همین در کشورهای خارجی، حالا من نمیدونم شما چقدر به این کشورها سفر اصلا کردین نکردین، چه کشورهایی رو شما رفتین، ما تو همین کشورها هستن تیمهایی که با همین ابزار سر کار دارن، یعنی قمه و چاقو. بله بله، از همین ابزار استفاده میکنن تو ورزش های مختلف، حالا نمیزنن هم دیگه رو، ولی ازش استفاده میکنن، استفاده بهینه ای هم داره. حالا مثلا ببین، من یه مثال برای شما میزنم، شما مثلا یه تیم فوتبال داری، همین که مثلا چی علی باقری شرمدایی، این هاشم نصری، اینا من حالا زیاد فوتباله نیستم، من زیاد اونجور سررشته ندارم، ولی اینو میدونم که مثلا یه تیمی که گروه میشه قرار نیست که مثلا بیارن لباساشون هر کدوم مثلا شماره یک رو بدن به یک، دو رو بدن به دو، سه رو بدن به جان، شما از اینا بیار اینجا تو توپال استفاده کن، بعد اینا رو دوباره وردار ببر خونتون، دوباره مثلا فردا بازه داره اینا رو وردار بیار. در واقع اینا همش جمع میشه یه جا، میبرن اینا رو خونه، بالاخره شستشو داره، اتو داره، اگه مثلا خراب است تعویض داره، نه تعویض میکنن تو بازی بعد دوباره از اینا استفاده میکنن. اینها مالا این همه شما میگین این همه میتونه مال یه تیم باشه، یه تیم بوده، حالا سرپرستش بالاخره اونی که اونجا مسئول تدارکات هستش اینا رو میبره، حالا شاید اون بابت مسئول تدارکات بوده، بردونه رو مثلا یه خورده پاک کنه، تمیز کنه، عجب مثلا کون شده تیز کنه اینا رو، بردار رو بیارنج استفاده بود. بله آی دکتر، من این سوالی که میخوام بپرسم یه کم تقریبا شخصیه. ببخشید یه لحظه، عوض میخوام که معذرت میخوام، من یه لحظه بابا اینم چمر اینجا نرخته چه بابا این. الو سلام علیکم، حال شما؟ ببینید نرخته چه اونو بابا، اون دوتا کار قبله رو الان شما هنوز همشو نرخته، من از من واقعا چه انتظاری داری؟ ببخشید نتیجه آی دکتر، من میگم شما حداقل اون قبله رو با من قبلی به تصویه میکردیم، منم به منم زن بچه دارم، منم اینجا خرز دارم آخو بابا جان. آی دکتر ببخشید، عوض میخوام یه لحظه، اجه قرار باشین تو رو باشین منم نمیخوای میخوای همین الان بلنشم برم، نتیجه میخوای بلنشم برم بابا دیگه، چندرگاز شما میشین اینجا، حتی اگر مال قبلی رو با من حساب کن تا من ببینم بازم بعد دست درد نکنه. آره بریزنم بریز، یه کار کن بالاخره. ببین ما الان ما یه جوری به همدیگه الان وابسته هستیم. آی دکتر ببخشید، خداحافظ. خداحافظ، من اینجا برنامه زنده هستم، خواهش ببخشید، عذر میخوام. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. ببخشید آی دکتر، در خصوص آیت الله خمینی میخواستم نظرتون رو بدونم، اگه ممکنه یه توضیحی در موردش به ما بدین. بله بله بله، ببینید شما از یه شخصیتی دارین الان صحبت میکنین که واقعا ایشون چم آدمی نبودن. من فکر میکنم که با توجه به این اختشاشاتی که الان من میبینم در سراسر کشور، وقتی که فکر میکنم به اون موقع، میبینم که همین امام خمینی چم آدمی نبوده. این در واقع یه برانداز بسیار بسیار بزرگی بوده، شما شش نکن، چه فرق میکنه، ایشون هم یه برانداز بود، ایشون هم اختشاش کرده و براندازی کرده و موفق هم بوده. وقتی چی یه نفر تو اون زمان چی یه دونه ناور کاست، شما نمیدونم در جریان هست دیگه، یه دونه ناور کاست بوده با مثلا چهار تا اعلامیه، چهار تا کاغذ باره، وقتی چی بتونه یه همچین رژیمی رو برانداز بکنه و 40 و چند سال حکومت بکنه، آدم کمیه بابا. ما الان 40 و چند سال الان داریم خودمونو پاره میکنیم، هنوز نتونستیم یه خورده این رژیم رو یه خورده به قول یارو گفتنی تکونش بده. درست. من فکر میکنم که کار بزرگی کردن ایشون. ببینید خیلی به نظرم ایشون آدم بزرگی بودن و خیلی جاهای دنیا میدونن که ایشون در واقع یه برانداز بسیار بسیار بزرگ هست. در شکی نیست. خب جناب آقای دکتر بین‌مزیان، در خصوص موشکی که اخیراً جمهوری اسلامی به فضا پرتاب کرده، قائم است به نام قائم صد،
کارشناسای زیادی گفتن که این موشک توانایی پرتاب فقط 100 کیلو وزن به فضا رو داره. نظرتون چی هست در این رابطه؟ بله بله، به نکته خوب اشاره کردین شما. ببینید شما الان اینجا میجن، اینا شما خبر نداره چه از این رژیم، اینا میجن 100 کیلو، درسته؟ شما یقین بدن اینا در چنار اون 100 کیلو یه دفعه میبینی 100 کیلو هم چه تینتو گذاشته، 100 کیلو خش گذاشته روی خش، منظورم اینه چه خرج برنده میشه ما، یه دفعه ببینی همین اومد رسید به همین امریکا، ما الان اینجا تهدید شدیم در واقع، اینا میجن 100 کیلو. شما از کجا میدونی؟ این با خودش داره کلاهش هستی میبره، کلاهش نمیدونم بخاره میبره، کجا میبره، این شه فردا میبینی از همین امریکا سر در آورد. شما به این 100 کیلو فکر نکنین، همین 100 کیلو شو گفتن، همین 100 کیلو درست. خب عزیزان، با آقای دکتر بیمزیان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. شاد و پیروز باشید.